رمز ارز نوعی پول غیر فیزیکی بر بستر فناوری بلاکچین است که به اعتقاد کارشناسان با هدف تمرکز زدایی از حوزه مالی و ذخیره امن پول ایجاد شده. از ساتوشی ناکاموتو به عنوان بنیانگذار بیت کوین یاد می شود که 10 سال پیش آغازگر مسیر ارزهای دیجیتال بوده. هرچند این نام همچنان معمایی برای فعالان این حوزه است و هنوز هویت اثبات شده این ندارد. بیت کوین شاخص‌ترین رمز ارز است که ارزش آن از کمتر از 4 دلار در ابتدا به محدوده 40,000 دلار فعلی رسیده، اما در مقطعی سقف 68,000 دلار را هم رد کرده بود که همین تغییرات نشان دهنده بازاری پر نوسان اما جذاب است. ورود جدی‌تر رمزارزها به ایران از حدود 5 سال پیش بود، اما در همین فاصله آمارها بیانگر سهم حدود 10 میلیون نفری ایرانیان در بازار ارزهای دیجیتال و همچنین سهم 8% ایران از استخراج رمزارزها در جهان است. با این حال هنوز شناخت کافی و دقیقی از این بازار برای بخشی از متقاضیان ورود به آن وجود ندارد. مهدی تقی‌زاده کارشناس این حوزه ورود عموم مردم به بازار ارزهای دیجیتال را توصیه می‌کند، اما با تاکید بر آگاهی کافی. اول بگم که پیشنهاد می‌کنم وارد این دنیا بشن یا نه؟ قطعاً پیشنهاد می‌کنم، چون ما داریم وارد یک انقلاب میشه به نام انقلاب صنعتی 4 روم. ما نباید جا بمونیم. این یکی از انقلاب‌های قشنگیه که داره پیش میاد. چرا؟ چون قبلا همیشه توی غرب یه اتفاق و یه پیشرفتی رو شکل می‌گرفت و بعدش کشورهای آسیایی میمدن وارد می‌شدن. خب اما در حال حاضر خیلی اینا دارن پا به پا و با هم دیگه پیش میرن و این خیلی جالبه. ما قبلا توی انقلاب‌های دیگه اینجوری نبود و حتی توی یه سری از موضوعات آسیا پیشروتره. یعنی اصلا توی خرید و فروش NFT ها شما درصد رو نگاه کنید، اصلا ببینید آسیایی خیلی موفق‌تر دارن کار میکنن. چند تا نکته رو باید رعایت کنیم. یکی اینکه اول بدونن دارن بعد تو وارد چه دنیایی میشن. یکی خوندن وایت پیپر، دیدن رودمپشه، دیدن تعداد توکن هایی که موجوده با قیمت فعلیش، دیدن رقیب هایی که داره اون پروژه. هر پروژه یک وایت پیپری داره خب که یک سری راه رو نشون میده و یک رودمپ که میگه من برای چی ایجاد شدم و میخوام چه مشکلی رو حل بکنم. همه اینا هدفشون حل کردن بعضی از مشکلاتی که هنوز توی کشورها وجود داره. یک وایت پیپری ممکنه که بگه من میخوام دنیا رو تغییر بدم، کلی اتفاقات خوب قرارم. به این فکر کن که چقدر منطقیه، اصلا تو داری وارد چی میشی؟ بعد ما یک سایتی داریم به نام کوین مارکت کپ خب که میاد به ما مارکت هر یک رمز ارز رو به ما میگه، مثلا بیت کوین، مثلا اتریوم. کسایی که تازه دارن وارد این دنیا میشن خب 200 رنک 200 تای اول رو نگاه کنن و دونه دونه پروژه ها رو برن بررسی کنن، وایت پیپرشون رو ببینن، بعد تعداد توکن هایی که عرضه شده. مثلا یه موقع هست برمیگردن میگن که من یک ارز رو پیدا کردم مثلا نیم سنت، فکر میکنم این بشه 60,000 دلار. خب این اصلا امکان این رو نداره. چرا؟ چون تعداد بیت کوین های موجود 21 میلیونه که بیت کوین هم دیگه مثلا میگن دیگه اولین ارز دیجیتالی که اومده و اینقدر محبوب و معتبره. ولی اون وقتی که مثلا میبینیم چندین میلیارد توکن از اون وجود داره در مقایسه با یک پروژه‌ای مثل بیت کوین که 21 میلیون اصلا قابل مقایسه نیست. توی سایت کوین مارکت کپ میتونن به این نگاه کنن که یک سری شرکت‌های معتبر سرمایه‌گذاری روی چه پروژه‌های سرمایه‌گذاری کردن. نگاه برخی تازه واردان به حوزه رمز ارز اما راه 100 ساله را یک شبه رفتن است و بی‌محابا برای سرمایه‌گذاری به آن وارد می‌شوند، آن هم در بازاری که حتی با یک توییت می‌تواند هزاران دلار بالا و پایین شود که نمونه آن سیگنال‌های ایلان ماسک در بازار رمز ارز هاست. مبلغی رو سرمایه‌گذاری بکنن مردم که اگر از دست دادن احساس کنن رفتن سوپرمارکت یه سری لوازم خریدن. یعنی نهایتاً 10% از سرمایه کلتون نهایتاً وارد این دنیا بکنید. اگر 100 میلیون دارین 10 میلیون تومان وارد این دنیا بکنید و به این فکر کنید که امکان داره یک روزی برسه شما تمام داراییتون رو از دست بدید. ببینید که چه مبلغی رو وارد بکنید اون روز ناراحت نمیشید. بگید ای من دیگه نیاد بگید ورشکست شدم. بعضی میرن خونهشون رو میفروشن وارد این دنیا میشن. این دنیا اصلا جایی نیست که بشه بگیم که تو خیلی معتبر میتونی کار کنی و سرمایه‌گذاری درست داشتی. نه اصلا اینجوری نیست. کسی که یک حجمی از دارایی خودش رو وارد این بازار کرده که میترسه که الان ریخته، همون موقع خدافظی کنه از این بازار بره. تو انقدری جنبه نداشتی که بدونی چقدر باید سرمایه بیاری. تو اصلا نمیتونی تو بازار سرمایه گذاری موفق بشی، نه ارز دیجیتال، هر بازار دیگه. باید درک اینو داشته باشی که من چه مبلغی رو وارد بکنم که اگر بیت کوین از 67,000 تا، از 80,000 تا، از 100,000 تا یه روزی شد 2,000 تا، نگاش کنم بگم چه جالبه این دنیا. بعد
کیف کنیم با این بازاره. در این فضا امکان سوء استفاده و کلاهبرداری هم وجود دارد و به استناد گزارش قوه قضایی تاکنون پرونده‌های زیادی در ارتباط با رمزارزها تشکیل شده است. ما یک کلاهبرداری داریم به نام شت کوین های پامپ و دامپی. یه مثلا میدونید ما یک بیت کوین داریم که الان شناخته شده است و میتونیم بگیم فعلا معتبرترین رمز ارزیه که وجود داره. یه رمز ارز دیگه داریم که برای قراردادهای هوشمند خب که صرفا یه سری از پروژه های دیگه میتونن بیان زیر نظر این پروژه کار بکنن. اینها وقتی 1,000,000 دلار الان وارد این بازار بشه خیلی ما قطعا رشد عجیبی توی اینها نمیبینیم چون مارکت خیلی بزرگی داره. یعنی با 1,000,000 دلار اصلا اتفاقی بابت این نمیفته، نهایتا یه کندل خیلی کوچیکه یه دقیقه شاید سبز بشه. اما وقتی که ما بیایم وارد یک ارز دیجیتالی بشیم که مارکت پایینی داره، اون موقع است که 1,000,000 دلار خیلیه و قطعا باعث میشه که یک رشد عجیبی داشته باشه. چیکار میکنن کلاهبردارا؟ میان یک نوع ارز دیجیتال ارائه میدن بدون اینکه هیچ پشتوانه‌ای داشته باشه، بدون اینکه هیچ هدفی داشته باشه، صرفا برای جذب سرمایه و کلاهبرداری. ما یه واژه‌ای داریم به نام شت کوین. شت کوین یعنی چی؟ یعنی این ارز هیچ پشتوانه‌ای نداره، هیچ هدفی هم نداره، خیلی بی‌دلیل اومده و الکی داره محبوب میشه. الکی امکان داره توی باز زمانی کوتاه به شما سود بده، اما توی بلند مدت یهو دیدی تمام سرمایه‌تو از دست دادی. این اصلا خیلی چیز عجیب و غریبیه. مردم مثلا ارز شیبا، داچ کوین، اصلا اینا مردم میگن داچ کوین ولی این فکر نکنم من دارم اشتباه میگم، داچ کوین درست. و اینکه این ارزها خودشون پشتوانه ای نداشتن. الان داچ کوین که اومده وایت پیپرش قبلش هیچی نبود، تازه داره کم کم میاد میگه که من میخوام این کارو بکنم. در این میان کیف پول به عنوان ابزار نگهداری ارزهای دیجیتال و صرافی ها به عنوان بستر معاملات مطرح هستند و مسئله امنیت نکته مهمی در مورد آنهاست. ما یک 12 کلمه‌ای وقتی یک کیف پول دیجیتال ایجاد میکنیم به ما میده که همون 12 کلمه رو قبلا میتونستن اسکرین شات بگیرن، که اگر هنوز کسی اسکرین شات اونا رو گرفته و تو گوشیش داره حتما پاکش کنه و یه جا بنویسه. چرا؟ چون یه سری اپلیکیشن ها وقتی ما نصب میکنیم به ما دسترس، از ما مجوزی میخواد بابت دسترسی به گالری گوشیمون. و من چند وقت پیش یک بنده خدایی اومده بود چندین هزار دلارش بابت همین اتفاق از بین رفته بود. چرا؟ اومده بود اون اجازه رو برای اینکه دسترسی پیدا کنه به عکسای گالریش داده بود و باعث شده بود که اون 12 کلمه رو اون پیدا بکنه و رفته بود وارد حسابش شده بود. اون 12 کلمه خیلی معتبره، یعنی فکر کنید به جونتون وصله، یه جوری نگرانش شدید که خیلی حواستون زیادی جمع باشه، یعنی تمام داراییتون. اما اعتبار صرافی ها به عنوان معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال بسیار حائز اهمیت است. اگر دیدید 90% جامعه داره با یک صرافی کار میکنه، این دلیل بر اعتبار اون صرافی قطعا نیست. ببین صرافی ها ایرانی متمرکزن، یعنی به شما به داده های شما دسترسی دارن. تمام صرافی ها، صرافی مثل بایننس هم همینه. ببینید اگر خواستید خرید و فروش بکنید بعد از اینکه پولتون تبدیل به تتر شد، بیاید از صرافی های غیر متمرکز استفاده کنید، مثل یونی سواپ، مثل پنکیک سواپ. اینجا خیلی امن‌تر و با خیال راحت‌تر و میدونید دلتون آرومه وقتی این کار رو انجام میدید. با وجود حجم میلیاردی معاملات ارزهای دیجیتال در ایران و سهم قابل توجه آن در سبد سرمایه گذاری، حاکمیت به اجماعی در رابطه با پذیرش یا استفاده از رمزارزها هنوز نرسیده. سال 1396 آذری جهرومی وزیر وقت ارتباطات از اختلاف نظرهایی در دولت درباره رمزارزها و تهدیدآمیز بودن آنها خبر داده بود، اما خودش نگاه مثبتی به این جریان داشت و معتقد بود در معاملات میتوان از آن استفاده کرد و راهی برای دور زدن تحریم هاست. همان زمان بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی فعالیت در بازار رمزارزها را اما تایید نکردند و حتی بانک مرکزی تبعات و ضرر ناشی از این معاملات را به عهده فعالان گذاشت. در نهایت سال 98 با مصوبه هیئت وزیران استخراج بیت کوین و سایر رمزارزها در ایران به عنوان یک فعالیت قانونی اعلام شد. گزارش گمرک نشان می‌دهد در فاصله سال 99 تا خرداد امسال بیش از 10.2 میلیون دلار ماینر از مبادی رسمی وارد ایران شده است. با این حال تا کنون هیچ قانون مشخصی درباره نحوه معاملات رمزارزها در ایران تدوین نشده. ما نمیتونیم بگیم به صورت کلی ارزهای دیجیتال دارایی‌ان، چون نیستن. نمیتونیم بگیم همه‌شون بابت سرمایه‌گذاری‌ان، اونم نیست.
اوراق این اصلا چیه سهامه، چون نمیتونیم نوعش رو مشخص کنیم، نمیتونیم یک قانونگذاری جامع داشته باشیم نسبت به همشون. پس باید اول تکلیف اینا رو مشخص کنیم، بهم بگیم که ما اصلا اینو میپذیریم که بتونیم باش کار بکنیم یا نه. مشکل فقط ایران هم نیست، یعنی کلا تمام کشورها با این الان دقیقاً مشکلی که گفتم قانونگذاری نمیشه به همین دلیله. توی ایران هم هنوز قانونگذاری نشده، یعنی نه من شده نه اومدن تایید کردم میگن این کارو انجام بدید. حدودا ما چند سال پیش ما یه اوضاعی بود که به بیت کوین میگفتن بیت کوین اصلا ایران اصلا باید تکلیف مشخص شه. به خود داره بهتر میشه، همین که نیومدن یه جبهه‌ای بگیرن بگن این کلا مشکل داره، چون به نفع خودمونه دیگه، به نفع خودمونه. چون ما وقتی تحریمیم اصلا یک راه نجات ارزهای دیجیتال برای ایران یک راه نجات محسوب میشه. خب دقیقاً همون تمرکز داده است، تحریم که تمرکزی وجود داره میگه شما تحریمی. آقا چرا این آدما میخوان زندگی کنن، میخوان این کشور میخواد پول جابجا کنه، حالا به هر دلیلی، مثلا ممکنه که تو با شرایط این کشور کیف نکنی بگی من با تو مشکل دارم، ولی تو نمیتونی اینو انقدر محدود کنی. این دقیقاً داره اینو حل میکنه. این که توی ایران هنوز ما یه چارچوبایی رو داریم رعایت میکنیم و نیومدیم کلا بگیم که ما با تو مشکل داریم خیلی خوبه و مجبورم هستیم. اما اینکه ما بگیم چند وقت آینده، مثلا ما تو 2 ماه 3 ماه آینده ممکنه که اتفاق بیفته، نه فکر نمی‌کنم انقدر زود ما بیام یک قانون گذاری خیلی دقیقی داشته باشیم بابت رمز ارزها. ولی به صورت کلی دنیا داره سراغ این میره که به صورت قانونی قبولش کنه و قطعاً هم این اتفاق میفته. حالا اینکه کی و به چه نحوی هنوز اصلا مشخص نیست. در چنین شرایطی بانک مرکزی از راه اندازی رمز ارزی با پشتوانه ریال سخن گفته، مسئله ای که فعلا محل مناقشه است.